درود دوستان، توی این درس میخوایم با هم در مورد یه چیز خیلی دوست داشتنی به نام عشق صحبت کنیم. عشق، دوست داشتن. کسایی که میخوان دوستی داشته باشن این درس خوب به دردشون میخوره. خب شما میدونین که این دکمه خاکستری اینجا در واقع اینفورماسیون هست که من میتونم بهتون پل ارتباطی بدم، خیلی چیزها رو وصلتون کنم به اون، ویدیوهام، وبسایت یا اینجور چیزا، پس ازش استفاده کنید. لیب میشه عشق، لیبن میشه عشق ورزیدن، دوست داشتن، عشق داشتن مثلا به یه چیزی، به یه کسی، به یک موضوعی شما میتونید عشق بورزید. خب بریم سراغ کلماتش. میشه لیبر که میگین میشه عزیز، عشق، محبوب، عزیز، عشق، محبوب. اوکی؟ لیبس ابنتویا، ابنتویا میشه هیجان انگیز. اوپس، چه بد نوشتم. هیجان انگیز. لیبس ابنتویا میشه عشق هیجان انگیز، یه چیزی که حالا حتما تو روابط خانواده، زن و شوهری و دوستی نیست، میتونه به یک مثلا کوهنوردی هم شما براتون یک عشق هیجان انگیز باشه، حواستون باشه. این چیزی که خیلی بده لیبس افر، این کلمه افر رو خیلی از آلمانی ها میشنوید، چون من یعنی توی فیلم های آلمانی خیلی ها میشنوید، موضوع فیلم های جنایی که حداقل من خیلی نگاه میکنم. آفیغ میشه خیانت، خیانت زناشویی رو بهش میگن آفیغ. مثلا با یه نفر یک رابطه ای داشته باشه، حتما رابطه جنسی هم نه، با یه نفر هم که حرف میزنی اینا بهش میگن جرای آفیغ. اوکی، پس میشه لیبس آفیغ، خیانت عشقی. لیبس بند، اون بند معنای همون باند یا روبان میده، این روبان عاشقی هست که حالا یه جورایی به چیش میان فرهنگ آلمانی به هم گرده، در مورد اینا ما خیلی نمیدیم. لیبس به دوف نیست، به دوف نیست میشه نیاز. لیبس به دوف نیست میشه نیازهای عشقی، مثلا دست هم دیگر رو بگین، رابطه داشته باشن، نمیدونم هدیه به هم دیگه بدن، گل به هم دیگه بدن، با هم حرف بزنن، اینا لیبس به دوف نیست هست. پس این خیلی مهمه، حواستون باشه که مثلا حرفایی اگر مثلا تلویزیون و اینا نگاه میکنین این کلمه رو زیاد میشنوید. لیبس به وایز، به وایز میشه شاهد یا مدرک. بوایز مثلا شما میگن که رفتین تو دادگاه، میگه بوایزی هم برای این حرفت داری، مدرکی هم برای این حرفت داری، شاهدی هم برای این حرفت داری، چیزی که حرفتو اثبات کنه. لیبس بوایز میشه مدرک عشقی، نشانه عشقی. چی میتونه؟ حلقه. مثلا حلقه رو میتونی یه جورایی بگی انگاری لیبس بوایز. لیبس بتسیونگ، بتسیونگ میشه رابطه. شما رابطه میتونی با درست داشته باشی، با دوست دخترت داشته باشی، دوست پسرت داشته باشی، با همسرت داشته باشی، این میشه بتسیونگ. و حتی شما میتونی با شغلت یک بتسیونگ داشته باشی، این رابطه ای که مثلا دوتا چیز رو به هم وصل میکنه، ولی خیلی روحیه، یعنی دوتا کابل رو به هم وصل کنی بتسیونگش نیست، یه چیز روحی هست. لیبس بتسیونگ پس شد این رابطه. لیبس بغیف، اخ اخ، که حالا تبدیل شده به چت. لیبس بغیف، نامه عاشقانه. لیبس انتسوگ، این بلش کن. لیبس فیلم، فیلم عاشقانه. یه ماه راهی بهتون بگم بچه ها در مورد
دوست شدن با کسی، حالا شما میتونید بگین اسمش بذارین مخزنی، در مورد فیلم با آلمانی ها خیلی میشه حرف زد، خیلی اهل فیلم و سینما و این چیزا خیلی هاشون هستن. مثلا بهت میگه که واس ایست دین لیبلینگز فیلم، آه مای لیبلینگز فیلم زیند اونت اندرم لیبس فیلمه، فیلم های عاشقانه من خیلی دوست دارم، مثلا پسرای میخوان مخ دو خیار بزنن این لیبس فیلم خوبه، نگین سری حقا دوست دارم، میگه بابا این یارو حالش بده. لیبس گشیشته، لیبس گشیشته، گشیشته میشه داستان و تاریخ، لیبه که شد اش داستان عاشقانه، لیبس گوت خدا دوستی، برای خدا میتونی بگیم عاشق خدا هم مثلا، خب خدا دوستی بیشتر توی زبان پارسی رایجه، لیبس کرانک یعنی مریض عشق باشی، مریض عشقت باشی، که به همه تون پیشنهاد میکنم مریض عشقتون باشی. لیبس کوما این کاری بهش نداریم، لیبس لیبن زندگی عاشقانه. این بچه ها این درس ها خوبیش میگید که چندین کلمه رو یاد میگیری. لیبس لوست، لوست میشه تمایل، تمایل به عشق. اوکی. لیبس پار، لیبس پار این میشه یک زوج عاشق، زوج عاشق، زوج میشه پار، پار زوج. برای کفشتون میتونن یک پار داشته باشین، یک زوج داشته باشین، برای زندگیتون میتونین یک پار داشته باشین، مهم اینه کدومشو بیشتر دوست داشته باشین. نه لیبس رمان، رمان یعنی رمان عاشقانه. لیبس شوا شوا میشه سوگند، قسم، شوغش میگن، مثلا میگن شوغش یعنی قسم میخورم، شوغ شوغ، که این کلمه رو من خیلی بدم میاد، خیلی مد شده متاسفانه تو آلمانی ها هم میگن شوغش برودر شوغش. خیلی لاتکیه، خیلی مسخره است. مثلا یه آلمانی ها بچه ها یه حرفی دارن میگن دا ایش دی واهایت زاگه پاخ ایش نی شوغم، از اونجایی که راست میگم نیازی ندارم قسم بخورم، پس این قسم خوردن و کلمه رو نگیم بهتره، یا مثلا قسم بخوریم خوب نیست. لا. اگه اجازه داشته باشم سشم اینو بهتون بگم، سوگن قسم، لیبس شوفه میگه قسم عاشقانه، که همون یه جورایی انگار عقد دیگه، تو میگی من تا این تا آخر عمرم دوست دارم، میخواد مریض باشه، میخواد بی پول باشه، میخواد هر حالتی داشته باشه، این میشه سوگند عاشقانه. خب منم عاشق شما هم، یادگیری نقطه ده عاشق همه تونه، پس با هم در ارتباط بمونیم تا فردا شب که میخوام ویدیو جدید براتون آپلود کنم. این پل ارتباطی، این دکمه ای رو هم حتما کلیک کنید و ببینید. بچه ها راستی توی پایین توی بخش توضیحات براتون لیست تمام ویدیوها رو گذاشتم همین پایین، و حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، سابسکرایب حالا بستگی داره چه انگلیسی رو خونید چه آلمانی، روی سابسکرایب حتما کلیک کنید و عضو کانال بشین، و حتما حتما روی زنگوله هم کلیک کنید تا به این شکل در بیاد و بتونید از اخبار ویدیوهای جدید سریع آگاه بشید که بدونید چه ویدیو جدیدی من آپلود کردم. شب و روزگارتون خوش، خداحافظ.